بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز. از برنامه امیر فضائل صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. یک لحظات کوتاهی رو انتخاب کنید، واقعا سعی کنید خالی کنید، 2-3 دقیقه روزانه این فضائل رو مرور کنید. اگر فرصت مطالعه ندارید، ما سعی کردیم این فضائل رو برای شما بگیم که هم بشنوید هم ببینید. انشاءالله دل و جان و قلبتون صفا بگیره با شنیدن فضائل امیر مؤمنان علیه السلام. واقعا این فضائل رو اقرار کنید، بپذیرید، اعتراف کنید و صفا کنید به اینکه مولای ما امیر مؤمنان علیه السلام است. حالا بعضا در گوش و کنار دنیا هم یه عده شاید به خاطر اینکه بهشون نرسیده، حقیقت براشون روشن نشده. حالا ما خوشبینانه اگر نگاه کنیم، گاهن این فضائل رو رد میکنن و واقعا اشتباه میکنن. معجزه کار کم اولیاء الهی است، معجزه کار کم انبیاء خداست. انبیاء الهی معجزه داشتن، انبیاء الهی عصا داشتن، انبیاء الهی مرده زنده میکردن و در تمام کتب اینها ضبط شده و نوشته شده و معجزه یکی از موهبت‌های الهی به حجت هاشه. وقت آقای ما امیر مؤمنان به عنوان وصی رسول خدا الا ماشاءالله از این معجزات رو داشتن. امروز یکی از معجزات خیلی زیبا رو عرض میکنیم، از عبدالله ابن مسعود که میگه از رسول خدا شنیدم که اون حضرت فرمود خورشید دو چهره دارد، یک روی آن برای اهل آسمان میتابد، یک روی آن به سمت زمین است. اونی که به سمت آسمان هست روش یه نوشته ای داره، اونی که به سمت اهل زمین هست روش هم یه نوشته داره. اونجا به سمت آسمان نوشته که الله خدای متعال نور آسمان هاست، خدای متعال نور آسمان هاست. و این بر که به سمت زمین نوشته که امیر مؤمنان علی علیه السلام نور زمین است. یعنی ما چشممون قادر به دیدن نیست، اما اگر چشم کسی به عنایت الهی باز شود، همینی که پیغمبر فرمود شبی که مرا به آسمان ها بردند، دری، پردهی، درختی، برگی، میوه را ندیدم مگر اینکه بر روی آن نوشته بود علی، و همانا نام علی علیه السلام بر هر چیزی نوشته شده است. خدای متعال هر چی رو خلق کرد روش نام مقدس آقای ما امیر مؤمنان علیه السلام رو نوشت. شاید یک حکمتش این بود که میخواست ما بیاموزیم نام علی بر هر چیزی گذاشته شود یا بر هر چیزی نوشته شود برکت پیدا میکنه. امام حسین فرمود خدا هر چی پسر به من بده اسمشو میذارم علی، هر چی هم دختر بده اسمشو میذارم فاطمه. انشاءالله خدای متعال، خداوند متعال بر قلب ما همونطور که نام مقدس امیر مؤمنان رو حک کرده و نوشته و ما به این ایمان داریم، انشاءالله روز به روز قلب ما بیشتر برای مولانا بتپه و قیامت ما رو در صف آقایمون امیر مؤمنان علیه السلام محشور کنه. خیلی ممنون که ما رو نگاه میکنید، خیلی ممنون از این وقتی که میگذارید و این فضائل رو مرور میکنید. امیدوارم به برکت این فضائل هر گرهی که در زندگیتون است خدای متعال به دست امیر مؤمنان علیه السلام باز کنه. در پناه حضرت زهرا سلام الله علیها باشید. اللهم عجل لولیک الفرج.